بهای نفت در سراسر جهان روز جمعه بعد از اعلام استراتژی جدید پرزیدنت ترامپ درباره ایران افزایش یافت. نفت غرب تگزاس در بازار نیویورک برای تحویل در ماه نوامبر با 85 سنت افزایش به 51 دلار و 45 سنت برای هر بشکه رسید. هر بشکه نفت برنت در بازار لندن نیز برای تحویل در ماه دسامبر 92 سنت افزایش یافت و به 57 دلار و 17 سنت رسید. بر اساس آمارها ایران در سال 2016 هر روز 2,200,000 بشکه نفت تولید کرده است که حدود 3% تولید نفت جهان است. 60% نفت ایران به بازارهای آسیا و 25% آن به اروپا می رود. اما برای پرداختن به جزئیات بیشتر آرش سیگارچی سردبیر وبسایت فارسی صدای آمریکا با ماست. آرش، واکنش کشورهای اروپایی به تصمیم پرزیدنت ترامپ در قبال برجام چه بوده و اینکه احتمالاً این موضوع چه تأثیری بر اقتصاد ایران و مردم خواهد داشت؟ ببین پیام، نکته مهم این هست که عملاً شاخص‌هایی که در عرصه اقتصاد هست نشون میده که آیا این تأثیر داشته یا نه. به طور مثال به قیمت نفت اشاره کردی، بازار جهانی، من اشاره میکنم به قیمت دلار در ایران. هرچند امروز قیمت دلار تغییر اندکی در واقع کاهش ارزش کوچک داشت، اما خب خبرهایی که ما از تهران داریم اینه که عملا صرافی‌ها سعی کردن معامله نکنن و در یک هفته اخیر بازار واکنش نشون داد. حالا چرا ارزش دلار مهمه؟ به خاطر اینکه تو زندگی روزمره مردم تاثیر داره. خیلی ها از 5-6 سال پیش که تحریم ها فشار آورده بود دیگه قیمت های روز در واقع کالاهای روزمره خودشون رو با دلار سنجش میکردن و این رو زندگی شخصی مردم، رو زندگی روزمره شون تاثیر داره و به همین دلیل هست که بازار از یه هفته پیش واکنش نشون داد. حتی قیمت دلاری که تقریبا مدت ها بود زیر 4000 تومان بود به 4140 تومان رسید. این نشون میده که به هر حال بازار حساس هست و حتی برخی پیش بینی میکنند که تا 4200 تومان هر دلار بالا بره. به هر حال باید بمونیم. البته همیشه در مقاطع دولت ایران تونسته به طور موقتی این دلار رو ارزشش رو به هر حال پایین نگه داره. برخی همین استدلال میکنند. همین امروز که کاهش ناچیز قیمت بوده برخی کارشناسان میگن شاید این کاذب باشه. باید بمونیم در روزهای آینده ببینیم. و نکته مهم این است که هر گونه گران شدن در این شاخصی که الان بهش اشاره کردم میتونه زندگی مردم تاثیر داشته باشه. و در مورد تأثیری که به کشور اروپایی به این موضوع چگونه نگاه میکنن، چون با توجه به اینکه پرزیدنت ترامپ در رابطه با حداقل قرارداد بوئینگ چند ماهی فرصت خواسته برای بررسی اون دلار که گفتم تأثیر مستقیمه. حالا من میخوام در مورد بوئینگ اشاره کردی به تأثیر غیر مستقیم اشاره کنم. ظاهرا شاید خیلی ها بگن توی تهران یا کردستان یا توی زاهدان بگن به ما چه ربطی داره قرارداد بوئینگ، اما ربط داره به خاطر اینکه تأثیر غیر مستقیم داره. ایران همین الان که ما داریم صحبت میکنیم میخواد 80 تا فروند هواپیما برای ایران ایر بخره، 30 تا برای آسمان بخره، 10 فروند هواپیما برای قشم ایر بخره. خب ظاهرا میخواد ناوگان مسافربری رو بروز کنه، اما مسئله اینه که این هم به طور غیر مستقیم رو زندگی مردم تاثیر داره به خاطر اینکه شرکت های اروپایی که الان مثلا ایرباس یا شرکت های دیگه میخوان با ایران معامله کنن نگران هستن که اگر قرار باشه امریکا از برجام بیاد، اگر بخواد تحریم دوباره برگرده، این چه تاثیری رو زندگی اونها میذاره، چون روابط اونها با ایران داره. و از همه مهمتر بذار من یه بحث کلان رو هم اشاره کنم. در بحث اقتصاد کلان هم الان نگرانی هایی هست. همین امروز اعلام کردن که ذخایر قابل برداشت نفت ایران حدود نیمیش استفاده نمیشه، یعنی 390 مخزن در کشور وجود داره، 209 مخزن توسعه پیدا نکرده. یا گفته میشه که حدود 80% نفت تولیدی ایران از میادین انجام میشه که نیمه دوم عمرشون هستن. نیمه دوم عمر یعنی چی؟ یعنی این میادین هر سال بین 8-12%، یعنی حدود 300,000 بشکه در روز کمتر نفت ازش برداشت میشه. خب ایران نیاز به سرمایه‌گذاری نفتی داره و اگه این سرمایه‌گذاری نفتی نیاد ایران با مشکل مواجه میشه. ممنون از تو آرش سیگارچی، سردبیر وبسایت فارسی صدای آمریکا.